میفرستم به شما عزیزانی که به تماشای این برنامه نشسته اید. میلاد رسای منش هستم و این قسمتی دیگر از مجموع برنامه های نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی هست که طبق روال همیشه من به همراه سایر همکارانم این مجموع برنامه ها رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. چند روزی هست که از آغاز ماه رمضان میگذره. در این ماه در تعدادی از کشورهای اسلام زده، مشخصا در خاورمیانه و شمال آفریقا، روزه گرفتن برای عموم مردم اجباری هست. تعداد زیادی از مردم، چندین میلیون انسان، تحت فشار قرار میگیرند که آب ننوشند و غذا نخورند و اگر نافرمانی به هر شکل از موازین اسلامی صورت بگیره، عواقب و تنبیه‌های بسیار غیر انسانی شامل حال این عزیزان میشه. در کنار این، قوانین ضد زن، ضد همجنسگرا، ضد حیوان، ضد کودکی که ما میشناسیم از تفکرات اسلامی در این روز تقویت، در این ماه در حقیقت تقویت میشه و فشار بیشتری بر عموم مردم از طرف اسلامیست ها به بهانه ماه رمضان اعمال میشه. در این برنامه سعی خواهیم کرد به این سوال پاسخ بدیم که چرا اساساً روزه‌خواری حق طبیعی هر انسان هست، چرا باید از این حق دفاع کرد و چرا اساساً روزه‌خواری علاوه بر اینکه یک حق فاندامنتال و ریشه‌ای و پایه‌ای برای هر انسانی هست، یک ضرورت هم هستش. دو مهمان دعوت ما را پذیرفتن که در نیم ساعت پیش رو با ما باشند. آرش جودکی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، و نسترن گودرزی، دوست و همکار من از شورای مرکزی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. خیلی خوش اومدید هر دو نفر. بسیار بسیار خوشحال هستم که هر دو بزرگوار رو در این برنامه داریم. آرش جان، سوال اولم از شما میپرسم. میدونیم که ایران همچنان درگیر ویروس کرونا هست، به حسب اقتصاد ایران به نوعی ورشکسته هست. قبل از شیوع ویروس کرونا این مسائل و مشکلات اقتصادی وجود داشت. خب بعد از شیوع ویروس کرونا مصائب بیشتری به مردم و جامعه ایران تحمیل شده. چرا در این شرایط کرونا زده حاکمیت اینقدر اصرار داره بر بازگشایی مراکز مذهبی، بر اینکه به حساب مناسک و مراسم مذهبی رو به مناسبت ماه رمضان حتما انجام بده و اینا رو در حقیقت دوباره به سطح جامعه بیاره؟ دلیل شما چه هست؟ به قول شما اسلام زدگی چیستی این رژیمه، نمیتونه از اون برگرده. در حقیقت اگر کرونا رو، بحران کرونا رو در نظر بگیریم، تا این لحظه‌ای که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، اینا کوششیشون این بوده که نشون بدن هیچ اتفاقی نیفتاده و پیروز شدن و کرونا رو شکست دادن و ما هممون شاهد نمایش‌های روحوزی بودیم که کرونایاب هم پیدا کردن با ویروس دو قطبی و از این چیزایی که شنیده نیگه گفتنش ملال‌آور و رنج‌آوره، چون که یک شعور به توهینیه به شعور همه ایرانی‌ها. و در نتیجه اینا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. برای ماهایی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنیم و میبینیم که دولت‌ها خودشونو در با چه مشکلاتی روبرو شدن و پذیرفتن برای که شهروندا رو، جان شهروندا ایمن باشه و در پناه بیماری باشن، ضررهای هنگفت و زیانهای هنگفت اقتصادی رو پذیرفتن. ولی در ایران اینجوری نیست. در ایران اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و وقتی هم بازش میخوان بکنن، مشکلات اصلی برای لایه‌های فرودست جامعه ایرانی بسیار بسیار زیادتر خواهد بود، چون اونا مجبورن برن کار کنن و بیمار بشن. در نتیجه کرونا علی اینا فرقی نداره. تنها چیزی که از بین مناسک همیشه ایشون بستن، نمازهای جمعه بوده که برای خودشون خطرناک بوده ولی نه برای مردم. و این در ادامه همون نمایش‌های روحوزی لیز زدن ظریف و ایناست و اینا نمیتونن از این قسمت اسلامشون بگذرن، چون بخشی از کیستی جمهوری اسلامی.
به نظر میاد من اینجا یه سوال دیگه از شما بپرسم. به حساب بعد از اینکه سیاست خیلی عجیبی حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به این کرونا در حقیقت اتخاذ کرد، به نظر میاد که خیلی حمله شد به در حقیقت مبانی فکری اسلامیست ها در ایران. آیا این که الان به حساب اینا به بهانه ماه رمضان مجدد دارن مراسم مذهبی رو انجام میدن و مراکز مذهبی رو میخوان باز بکنن به ضررشون نیست؟ آیا دست و باز نمیذاره کسانی به حساب بیشتر بهشون حمله بکنن، بیشتر با مبانی فکریشون جوک بسازن، ماه رمضان رو به مسخره بگیرن؟ به نظر میاد شاید به نوعی به ضرر خود حاکمیت باشه اساسا این کاری که داره میکنه. نظر شما چه است؟ خیلی حرف درستی میزنی. البته بگم حاکمیت نه، حکومت، حکومت جمهوری اسلامی. درست. حکومت جمهوری اسلامی ناخواسته این 41 سال حکومت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یکی از پیامدهاش این بوده که رسوایی خیلی زیادی برای شریعت مداران و شریعت بانان پدید آورده. در حقیقت در این 41 ساله اینا تمام اون فساد درونیشون رو آشکار کردن و ستمی که روا کردن خودش بهتر از 500 سال روشنگری بوده. اینا خودشون کار ولتر و کانت انجام دادن. در نهایت این خیلی مهمه، اینم جزء اینم در ادامه همون روند در حقیقت و چیز زیادتری پدید نخواهد آورد. فقط این میان چیزی که باید بهش توجه کرد و متاسفانه حتی نمیشه به فالی میگرفت، چون که در حقیقت هموطنان ما هستن که دارن هزینهشون رو میپردازن. این یک جور رسوایی بیشتری بود. حتی شما اگه حتی از دین ریشه دارتر خرافاته. یعنی خرافات میشونین شما خیلی خیال کنن حتی مثلا دین ندارن ولی یک باورهای خرافی توی آدم ها میمونه و این باورهای خرافی باعث میشه که اتفاقا روی همین باورهای خرافی دین مثل پیوند بنا بشه. اما همین کاری که اینا نوع برخوردشون با این بحران کرونا جوری بود که حتی لایه‌های خرافی جامعه ایران هم فهمیدن که حکومت کردن با دیوانگی فرق داره. یعنی کسانی که باید به ما حکومت کنن باید عقل کلشون باشه. یعنی این خیلی مهمه. یعنی نیاز به خردورزی در کشورداری بار دیگر به طور خیلی خیلی آشکاری خودشو به همگان نشون داد. بسیار بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم هستم. خیلی خیلی ممنون. نستر جان سوال بعدی من از شما هست، اگر نکته داری حتما میشنویم. ولی سوال من این هست، از روزه‌خواری به عنوان یک حق نام برده میشه و به هر صورت گفته میشه که هر انسانی حق داره که روزه خودش رو بخوره. چقدر با این گزاره موافق هستی؟ آیا روزه‌خواری رو ما میتونیم به عنوان یکی از حقوق بشر تعریف بکنیم؟ دقیقاً. من فقط در تایید حرفای آرش جودکی بگم که اون اصراری که جمهوری اسلامی بر روزه گرفتن و اعمال و مناسک مذهبی داره در واقع به ماهیت و ذات جمهوری اسلامی برمیگرده که کلن اساساً هر انتخابی، هر سیاستی که داره ضد انسانیه، چون بر مبنای دین، حکومتی که بر مبنای دین استوار شده و دین خب منشأ درآمد این افراده و توجیهیه برای فقر و نابرابری. شما میبینین که اینا به هیچ عنوان دکان خرافات رو تعطیل نمیکنن و هر سیاستی که میگیرن سیاست چپاول و از بین بردن ثروتهای جامعه است و بقای سیاسی خودشون. به هر حال اگر اصرار بر این روزداری نکنن و مناسک مذهبی نکنن، عملا به معنای اینه که عقب نشینی کردن و جلوی اون جنبش عظیمی که بین مردم هست و خواستار قطع شدن دست مذهب از زندگی مردمه زانو زده و در واقع در مقابل این جنبش سر تعظیم فرود آورده. به هر حال چرخ مذهب هیچ وقت اون مملکت امکان نداره که از گردش بیفته. ولی در مورد اون حق انسان‌ها برای اینکه آزادانه بتونن هر موقع میخوان چیزی بخورن بنوشن، این جزء بدیهی ترین حقوق هر انسانیه و به نظرم در واقع حتی از سمت دیگرش اگه نگاه بکنیم هیچ وقت نمیشه به یک باور
عقب افتاده و مرتجع و ضد تمدنی که اسمش روزداریه و تعدادی رو در یک کشور به گروگان عملا میگیرن و مجبور میکنن که انسانها به خواسته یک عده‌ای که باورمندن یا در واقع حکومتشون بر مبنای دینه سر تعظیم فرود بیارن. به هر حال این یک جزء حق هر انسانیه. شما ببینید که اینها در واقع اگر عملا انسانها رو در مثلا جامعه‌ای مثل ایران آزاد بذارن، به هیچ عنوان ما نمیبینیم که این سطح گسترده یا این آماری که به دروغ از خودشون در میارن و میگن که تعداد زیادی از مردم ایران روزه میگیرن، اصلا همچین چیزی وجود نداره، اساسا پایه علمی نداره، پایه آماری نداره. به این دلیل که اینها رستوران ها رو میبندن، تمام مراکزی که امکان توزیع غذا هست میبندن و انسان ها رو سر کار تو زندگی شخصی به هر طریقی محدود میکنن و اعلام میکنن که خب مردم ایران یا مردم کشورهای اسلام زده در واقع میخوان که روزه بگیرن و اون حاکمیت و اون در واقع تفکرات مذهبی و ضد بشری خودشون رو به عده‌ای تحمیل میکنن. دقیقا مسئله اینجاست که این به عنوان یک حقی برای همه انسانها وجود داره، در واقع عملا باید طبق موازین حقوق انسانی تا به حال جلوی همچین حکومت‌های گرفته میشد که اجازه ندن کسایی در ایران در کشورهای اسلام زده تحت اسارت حاکمیت جمهوری اسلامی مجبور بشن که ساعتها آب نخورن یا اینکه غذا نخورن. بسیار بسیار خیلی متشکرم هستم. آرش جان مجدد به شما برمیگردم. سوال بعدی من معطوف به بحث مهمی هست، بحث تابوزدایی از مقدسات مذهبی. در جایی شما اعلام کرده بودید که اسلام حراسی اگر امری عاجل نباشه، حالا نقل به مضمون میکنم، حداقلش اینه که یک حق هست. چرا به نظر شما تابوزدایی از مقدسات مذهبی، مشخصا در بحث ما روزه‌خواری اگه بخوایم صحبت بکنیم، اهمیت داره و چرا به نظر شما این کار باید حتما انجام بشه؟ اجازه بدید من قبل از این پاسخ به پرسش شما اینو یادآوری کنم. خواهش می‌کنم. نمیشه بگیم روزه‌خواری جزء حقوق بشره. این چون که حقوق بشر حق هر آدمی اینه که برای خودش تصمیم بگیره، این نمیتونیم اینو به عنوان یکی از اصولش بذاریم که در خودش اینو داره. یعنی ما با یه مشکلی داریم که اگر کسی آزادی های فردی و اجتماعی ما و سیاسی ما توی کشوری مثل زیر حکومت جمهوری اسلامی اینا تحت بررسی و حکومته، یعنی حکومت تصمیم میگیره که ما چی کار بکنیم، چی بپوشیم، چی بخوریم. این از این نظر نگاه باید کرد و اتفاقا باید به جمهوری اسلامی، یه ویژگی جمهوری اسلامی که داره اینه که شما حکومت های توتالیتری هم که بودن، از حکومت شوروی بگیرید، حکومت نازی بگیرید، نمیگفتن دیگه شما اینقدر دیگه کار نداشتن، چی میپوشی، چی میخوری، با چه کسی رابطه جنسی داری، نوع رابطه جنسی با کسان دیگه چجوری. ولی اینا با درباره خصوصی ترین چیزا دخالت میکنن به علت همون دینی بودنشون، چون این اجازه رو به خودشون میدن، چون خیال میکنن سعادت آن جهانی رو باید هرجور شده به مردم تحمیل کنن، این کارو میکنن. این یکی از مشکلات خیلی ویژه جمهوری اسلامیه که در زندگی خصوصی ما دخالت میکنه. یعنی شما حساب کنین ایرانیا چقدر نیرو و ذهنشون همش مثل یه سوهانی به وسیله حکومت خورده میشه برای اینکه چیز خیلی خیلی ساده و طبیعی، همین غذا بخور نخوری، چی بپوشم، این جزء اون چیزه. یعنی واقعا جزء ما حقوقهای ابتدایی و روزخاری یا نخاریش به هر کسی به خودش مربوطه. کسی نمیتونه بگه که شما نباید بخورید. مشکل اینه که اینا دارن دین در حقیقت دخالت میکنه، اینو باید کنار گذاشت و بعدش این مسئله حل میشه. کی میخواد غذا بخوره، میخواد غذا نخوره، اینو فکر کنم باید قبلش میگفتم. درباره این که تابو شکنی یا کفرگویی که اینجور میگن، اینا جزء حالا وظیفه نفر نباشه، حقشه، حق اینه این کارو بکنه. ولی باید دید که در کجا، در هر بافتاری چگونه این خودشون نشون خواهد داد. مثلا در یه جایی مثل اروپا که ما زندگی میکنیم، کم کم جا میفته که من و شما رو هم که مثلا خیال میکنن که از یک کشور مسلمان هستیم، از ما میپرسن
پس شما الان روزه اینجا مثلا میرین کافه میخواین میگن مشروب میگن که آ شما مسلمانی میخورید، از پیش برای ما تعیین میکنن که ما کی هستیم و اینکه از ما تصمیم گرفتن که کیستی ما رو از پیش میدونن، این خیلی دردآوره. یعنی انگار اصلا ما نمیتونیم غیر از اینها باشیم، غیر از این چیزی که یک تصویر کلی هست که مسلمانی که باید این کارو بکنه، روزه بگیره، مشروب نخوره، فلان کنه، فلان کنه. این یک کیستیه که به ما تحمیل میشه. این کیسی رو همینجا با از توی کشور خودمون که زندگی میکنیم داره یه حکومتی به ما تحمیل میکنه، در اینجا به عنوان یک دفاع از یک اقلیتی، از یک مینوریتی در حقیقت. و ما به عنوان در دو بافتار مختلف با مبارزمون با این ستیز با اسلام باید مشخص کنیم. در یک جامعه مثل ایران فرق خواهد کرد، اینجا فرق خواهد کرد. خیلی راحت در همین گونه های مبارزه، یعنی چیزی که شما میگین که باید تظاهر کرده روزه خاری، یعنی یه نشون داد که کفرگویی، سریع همه میگن که ها این اسلام حراسی و اسلام حراسی رو میخوان با نجات پرستی یکی کنن. این یکی از در حقیقت ترفندهای ایناست، در حالی که اسلام نجات که نیست، ما با یک ما نجات نیست. دوم از این وقتی که از اون ور، چون که مسلمان ها در هر صورت یه اقلیتی هستند در جامعه های اروپایی و پیشینه جامعه های اروپایی، خصوصا کشوری مثل بلژیک یا فرانسه که مهاجر کارگرای مهاجر که میمدن از کشور مسلمان میمدن، در ذهن اینا ایجاد شده که مسلمان ستم دیده است، یک اقلیت ستم دیده است و باید از این اقلیت ستم دیده دفاع کرد. یعنی در این اقلیت ستم دیده شما باید از توی اون اقلیت، از حقوق اقلیت درون اقلیت دفاع کنید. یعنی همین کسایی که ممکنه بگن ما در این جامعه از یک فرهنگ اسلامی میایم، از یک کشور مسلمان میایم، ولی نمیخوایم این کیستی رو نمیپذیریم و اون از اون ور ما یه در حقیقت ما در یک اقلیتی درون اقلیت داریم و باید از این دفاع کرد. اینجاست که اسلام حراسی و ستیز با اسلام اگه یک وظیفه نباشه، یه حق در همه نمودهاش. بسیار بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. نسترن جان همین سوال رو به نوعی از شما دارم، صحبت‌های آرش جودکی رو شنیدیم. به نظر شما چرا تابوزدایی، اسلام حراسی و حمله به مقدسات اسلامی حائز اهمیت هست؟ میدونیم که در ایران به عنوان مثال یک جنبش عظیم ضد دین خردگرا در جریان هست. آیا این تابو شکنی و در حقیقت تقدس زدایی کمک نمی‌کنه به جوانایی که امروز خط مقدمه به نوعی مبارزه هستن و با اسلام سیاسی در داخل ایران دارن مبارزه میکنن؟ دقیقا همون جوری که گفتین، یه بخشیشو آرش جودکی اشاره کرد. ببین، یک اسلامگراها با کمک در واقع رسانه های غربی سالها کار کردن که این نسبیت فرهنگی رو جا بندازن در کشورهای اروپایی، آمریکا، که بگن که خب این مردم فرهنگ خودشونه، باور خودشونه، میخوان که روزه بگیرن و در واقع با اون برچسب و لیبلی که همه این افراد مسلمون هستن، ماها در کشور اروپایی در واقع مورد قضاوت قرار میگیریم. یکی از فایده های مهم و اهمیت تابو شکنی از مذهب و اتفاقا اسلام حراسی اینه که تصویری که الان خیلی کمرنگتر شده ولی به هر حال هنوز هم وجود داره که دنیا تصور میکنه که ماهایی که از کشور اسلام زده اومدیم تحت در واقع لیبل اسلام و مسلمان هستیم و این تابو زدایی و این تابو شکنی از اعمالی مثل روزه یا اعمال اسلامی میتونه کمک بکنه که این تصویر از بین بره. مثل تقریبا میشه یه مثالی زد، مثل کاری که چندین سال پیش مراکش یا تونس انجام دادن، که اون تصویری که از اون مردم اون کشورها میاد که اینا خودشون میخوان روزه بگیرن و همشون روزه میگیرن شکسته بشه، که با یه کمپین راه انداختن و در واقع توی خیابونها شروع کردن به روزه خاری. این یکی از فواید تابو شکنی از مذهبه. اما یک فایده دیگه‌ای که خودت هم بهش اشاره کردی اینه که مردم ایران یا مردم کشورهای اسلام زده، به خصوص ما برنامه فارسی هستش و در مورد مخاطبهای ایرانی صحبت میکنیم، این 4 دهه هستش که اعلام انزجار کردن از مذهب به هر شکلی شما در زندگیشون میبینین که
قوانین مذهبی رو پس زدن. مردمی که در واقع امروز ما در ایران جنبشی رو سراغ داریم ازشون که مشخصه اصلیش ضد مذهب بودنشونه و به هر حال این تابوزدایی از مذهب میتونه به اون افراد توی اون جامعه کمک بکنه که بتونن دست مذهب رو برای همیشه از زندگی خودشون قطع بکنن. این در واقع فایده های تابو شکنی از مذهبه، به اضافه این که حتی اگر از دید خود کسانی که باورمندن نگاه بکنیم، حتی برای اونها هم میتونه تابو شکنی از مذهب در واقع مهم و اثرگذار باشه، به این جهت که دیگه فکر نمی کنم امروز بر کسی واضح باشه که روزه اسلامی راه مریض کردن انسان هاست. شما اگه اروپا نگاه بکنیم ببینیم که مثلا آلمان چندین ساله که دیگه تحت پوشش قرار نمیده افرادی رو که روزه میگیرن و جانشون به خطر میفته، مشکلات قلبی عروقی پیدا میکنن یا اینکه اون تو مدت ماه رمضان به بیمارستان مراجعه میکنن. گفته که ما وظیفه نداریم که کسانی که خودشون عمدن روزه میگیرن و خود جان خودشون رو به خطر میندازن در واقع تحت پوشش بیمه قرارشون بدیم. بنابراین از این جهت هم که اثر این اعمال مذهبی به خصوص حالا روزه رو داریم صحبت میکنیم روی اون افرادی که باورمند هستن، هم حتی این تابو شکنی از مذهب روی اون هم اثر زیادی داره. بسیار بسیار عالی. آرش شاید مجدد شما برمیگردم. همونطور که تو سوال قبلیم به نوعی اشاره کردم، به نظر میاد که یک جنبش عظیم ضد دین، آتئیستی، خردگرا در لایه‌های جامعه ایران وجود داره. ما عناصرش رو به اشکال مختلفی میبینیم. به نظر شما چطور میشه و چطور میتونند اینطور مطرح بکنم مردم ایران، نسل جوانی که به هر صورت مرزبندی مشخص دارند با قوانین و ارزش‌های اسلامی، چطور میتونند هرچه بیشتر متعرض بشن رو به اسلامیست ها، جمهوری اسلامی، و به نوعی حقوق خودشون رو استعفا بکنن؟ راه حل به نظر شما چه هست؟ مهمترین چیز اینه که در برابر بفهمیم مشکل مسئله بنیادی ایران چیه. اگر بفهمیم مسئله بنیادی ایران رو و باید درست پرسش درست باید یک بخشی از پاسخ رو برای ما بیاره. مسئله بنیادی ایران جمهوری اسلامی، این درامیختگی حکومت با دین اسلام، دین اسلام، یعنی اینو باید همیشه دست گذاشت روش، نه هر دین، دین اسلام. ما داریم راجع به دین اسلام حرف میزنیم و این دین اسلام رو در حتی در نمودهای پراکندش در خودش جمع کرده و متمرکز کرده و ما با یک پدیده یگانه سر کار داریم که اسمش جمهوری اسلامیه. وقتی ما بفهمیم که مسئله بنیادین ما جمهوری اسلامیه، دیگه نمیتونیم ازش فرار کنیم و شروع کنیم یه مشکلات دیگه ایجاد کنیم که همینجور که دارن مد میشه و خود جمهوری اسلامی اینا دامن میزنه، نئولیبرالیسم فلان فلان اینا مبارزه کردن. وقتی بفهمیم که بنیاد مسئله بنیادین ما جمهوری اسلامیه، اون وقت باید با اسلام رو در رو بشیم. یعنی باید این سوال اسلام رو پیش روی خودمون بذاریم و هر کسی که سعی کنه این سوال رو یک جوری کنار بگذاره، با حتی میتونه خیلی اداهای خیلی خیلی روشنفکری بگیره و بدونه که نه ما از این گذشتیم، نه ما از این نگذشتیم، ما نمیتونیم مبارزات کشورهای اروپایی رو در این 500 سال برای سکولاریزاسیون مال خود بدونیم. اینا تاوانش رو پس دادن، ما نمیتونیم خیال کنیم اینم اسلام هم تکلیفش مشخص شده. نه، تکلیفش مشخص نشده و این مسئله ای که باید هر کسی اینو با خودش فکر کنه و سعی نکنه ازش فرار کنه. اول بفهمه مشکل چیه، جمهوری اسلامی چیست. این سوال شماست، بفهمین جمهوری اسلامی چیست، اون وقت باید به اسلامش نگاه کنید. این به نظرم مهمترین مسئله ای که باید هر کسی به این فکر کنه و حتی در این میان مثلا نه اینکه بخوایم اسلام رو از می ببریم، اسلام دشمن مسلماناست، اسلام دشمن خود مسلمان است. یعنی اون اسلام در پراکندگیش وقتی در جمهوری اسلامی متمرکز شده، به ضرر همه مسلمانای دیگه هم از همین مسلمانای ایران هم همه خیلی گوناگونی‌های زیادی دارن. فقط شیعه 12 امامی نیست، ما مسلمانای سنی داریم و بخش کوچیکی اسماعیلی داریم و بخش‌های دیگه و کسایی که حتی ممکنه شیعه 12 امامی باشن ولی چنین خانشی از شیعه رو که به ولایت فقیه میرسه قبول نداشته باشن و اونا هم دارن ستم میبینن. سوال اینجا رو باید سوال کرد از خودمون. بسیار عالی، خیلی متشکرم. نسترن جان همین سوال رو از شما هم دارم، چطور میشه با
حاکمیت جمهوری اسلامی اینجوری که آرش جودکی تعریف کردن مبارزه کرد، چطور میشه با آثار مخرب ماه رمضان به نظر شما مقابله و مبارزه کرد؟ در مورد در واقع نقش مهم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که اساساً حکومت دینیه، یعنی دین به دست به قدرت سیاسی برده و در واقع میلیون ها انسان رو به اسارت گرفته، مجبورشون میکنه که اعمال و مناسک مذهبی رو انجام بدن. این در این شکلی نیستش که به هر حال جمهوری اسلامی بزرگترین در واقع میشه گفت مهمترین قده ایه که حتی نه فقط در مورد ایران، بلکه ما میدونیم که حمایت های زیادی از جنبش های و در واقع گروه های اسلامی در منطقه هم میکنه. و حال این نقش جمهوری اسلامی انکارناپذیره، میتونیم بگیم که مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی از بین بره. اما در مورد اثراتی که ماه رمضان داره و چجوری میشه با اون اثرات مخربش مبارزه کرد، به نظر در واقع تبلیغات، روشنگری در زمینه‌های مثل اسلام سیاسی که چجوری میشه با این اسلام سیاسی مبارزه کرد، با بخش‌های مختلفی که انسان‌ها رو در جای جای زندگیشون به اسارت گرفته، حقوق زن، الان مسئله روزخاری، قصاص و اعدام و ده ها عمل اسلامی که انجام میدن، مبارزه با هر کدوم از اینها و در واقع تبلیغات و روشنگری در این زمینه. و یکی از مهمترین نکات دیگه هم همین اسلام هراسی هست. هرچی بیشتر نشون بدیم که اسلام واقعا هراس داره و این رو مردم ایران به خصوص خیلی خوب درک کردن و در موردش دارن صحبت میکنن. شما الان مثلا توی شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنید، می‌بینید ده‌ها اظهار نظر هست، توییت هست در این مورد که واقعا اسلام هراس داره، چون مردم اون ایران در واقع این مسئله رو با پوست و گوشت و استخون خودشون لمس کردن. و هرچی بیشتر در مورد این اسلام هراسی صحبت کردن و همینطور تابو شکنی هایی که از مذهب ایجاد میشه. و به نظر من یک راه دیگه هم تشکلیابی و ایجاد یک جنبش متحدی علیه اسلام سیاسیه. ببینید در کشوری مثل تونس یا مراکش، این گروه هایی که ضد اسلام سیاسی هستن، ضد اسلام هستن، خیلی خوب تونستن خودشون رو متشکل بکنن و مثلا در مورد مسئله مثل روزخاری تونستن به خیابون ها بیان و این هزینه رو برای دولتی که جرم گذاشته، اون رو مجازات اشد مجازات گذاشته برای روزخاری، هزینه رو برای اون حکومت و حاکمیت زیاد بکنن. اگر یه همچین جنبش و حرکت متحدانهی تشکل یافتهی در مورد آتئیست ها، کسانی که علیه اسلام سیاسی هستن، در ایران شکل بگیره، به نظر میاد میشه با این اعمال و مناسک مذهبی به خوبی مبارزه کرد که یکی از مهمتریناش همین ماه رمضانه که میلیون ها انسان دارن شکنجه میشن و اسیر اون هستن. بسیار بسیار عالی، خیلی خیلی متشکر هستم. سپاسگزاری میکنم از هر دو میهمان که در نیم ساعت گذشته با ما بودند، آرش جودکی نویسنده و پژوهشگر فلسفه و همچنین نسترن گودرزی از شورای مرکزی نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی. خیلی متشکر از هر دو بزرگوار که در این برنامه همراه ما بودن. همچنین تشکر میکنم از شما عزیزانی که در نیم ساعت گذشته این برنامه رو دنبال کردید. حتما میتونید در رابطه با نکاتی که در این برنامه گفته شد اظهار نظر بفرمایید. همچنین یادآوری میکنم روز یک شنبه مصادف با 14 اردیبهشت ماه، نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی سمینار آنلاینی تحت عنوان ضرورت روزخاری خواهد داشت. این سمینار به مدت 2 ساعت از طریق کانال یوتیوبی نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی پخش خواهد شد. حتما میتونید در اون سمینار شرکت بکنید، نکته نظرتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس با ما همچنین در پایان برنامه اعلام خواهد شد. اینجا من میلاد رسایی منش به همراه همکارم حامد جمالی در امور فنی، لحظات خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندیم.